عزیزای دل سلام، خسته نباشین، حالتان چطوره؟ امیدوار هستم که خوب باشین. دوستای عزیز، ما در بامیان زیبا هستیم و صبح بامیانی را آغاز میکنیم و از اینجا از این سرزمین برای همه ایتان آرزوی سلامتی و خوشبختی داریم. همراهان عزیز ما سلام، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه و یک روز خیلی خوب و قشنگ را آغاز کرده باشید. دوستای عزیز، فعلا ما در مسافرخانه هستیم که شب اینجا ساکن بودیم و حالی تصمیم داریم که بخیر بریم در محضر بودا. دوستای عزیز، شما حتما ویدیوهای زیادی از بودا دیدین، از سلسال دیدین، از شمامه دیدین، از بازار بامیان و در کل از این فضا حتما ویدیوهای شاید دیده باشین، ولی ما بازم میریم عزیزا ببینیم که فعلا چی هوای حاکمه، چی فضای حاکمه. میریم به دیدار سلسال، به دیدار شمامه و ببینیم که آیا کدام مشکلاتی هم وجود داره یا نداره. بله دوستای عزیز، با من هم بسیار هیجانی هستم که زودتر بریم و ببینم، چون که بعد از بسیار وقتا بامیان آمدیم و شما عزیزایی که شاید خارج از افغانستان باشین و خیلی وقت میشه که بودا را ندیدین، دیگه از طریق ما امروز ببینیم و لذت ببریم. آره عزیزا، فعلا وضعیت خو نرمال معلوم میشه، یعنی کدام مشکلی تا حال پیش نامده. بسیار یک مسافرخانه خوب، گرم، آسوده و یک مسافرداری همه مسئولی بسیار با اخلاق روبرو بودیم و حالا دیگه کم کم پای از مسافرخانه بیرون بگذاریم و بریم درون شهر، بریم پیش بودا، بریم بگردیم عزیزا که وضعیت بیرون چه خبره. دیگه نازنین ها همراه ما باشین، شما همراه ما که باشین، ما میتونیم هر جایی بریم عزیزا. پس بسم الله. عزیزای دل، رسیدیم به محضر بودا، جای همه تان خالی در این مکان زیبا. بله عزیزا، این هم بودا و قامت بلند را که شما میبینین مربوط به سلسال است عزیزا. دیگه خودتان این فضای خوب، این هوای عالی، این حس بی‌نظیر را شما دوستای عزیز ببینین و احساس کنین. دیگه خانم جان میگه از حسش، از حالش در محضر بودا. دوستای عزیز، پس از انتظار بسیار زیاد بالاخره رسیدیم در پیش بودا و همونطور که خودتان هم در ویدیو میبینین، دنیایی از تاریخ، دنیایی از فرهنگ، دنیایی از داستان و همه چیز. آره دوستای عزیز، دلی کوره که شما میبینین، این سوراخ ها و این کندنکاری ها را که میبینین پر از اسرار است، پر از زیبایی است و پر از عجایب است که حتما ویدیوهای زیادی در مورد بودا دیدین یا شاید در مورد بودا مطالعه کرده باشین. ولی باز هم ما و خانم جان میریم میگردیم عزیزا و شادها و نماهای
قشنگ قشنگ خدمتتان عرضه میکنیم، پیشکش میکنیم. و عزیزا باید بگویم که فضا خیلی آرامه، هوایش هم خیلی خوبه، خلاف انتظار ما که میگفتیم شاید خیلی گرم باشه، هوا چی سرد باشه، او قدر سرد نیست، هوا خیلی خوبه، معتدله. گویا ما آمدیم در فصل بهار. دیگه عزیزا بسم الله همراه ما باشین. خب عزیزا شما سلسال ببینین بزرگیشه. دوستای عزیز واقعیتی است که وقتی آدم در عکس میبینه، وقتی دقیقا در پیشگاهش در منظری سلسال قرار میگیره یک چیز دیگه است. یک قدر بزرگه، یک قدر با عظمته که واقعا آدم حیران میره که با چی وسیله، با چی تخنیکی، با چی رویشی ای پیکره را ای رقم با ای نمونه کنده. دوستای عزیز و عزیزا فعلا مثل شما مواره فکر کنم اینجا اجازه نیست که برن بالا تا آخرین نقطه، به خاطر که میگن سنگا میفتن و اینجا یک لوحه هم زده که خطر است و دروازیشون بسته کده. اگر نه ما و محمد رضا جان حتما میرفتیم داخلم برای شما عزیزان نما میگرفتیم، ولی فعلا اجازه نیست. آره عزیزا 53 متر یا 54 متر؟ 53 متر است به نظریم بلندی سلسال. دوستای عزیز 53 متر و شما تصور کنین که یک پیکره را که انسان با دستای خود 53 متر بلند در دل ای کوه با ای سنگ یا نمیفهمه بغل کوه هرچی که هست سخت. دوستای عزیز با ای سختی چنین پیکره کلان کندنش در او عصری که خبری از تکنولوژی نبود، خبری از ماشین نبود و خبری از این پیشرفت امروزی نبود، چه رقم کنده و چه آدمایی بوده باشه و چه انجینرها و چه معمارایی بوده باشه. عزیزان دیگه ببینین وضعیت اینجا آرام است عزیز، فقط داخل اجازه نمیده، چه حالا و چه در گذشته میگه داخل اجازه نیست، به این خاطر که اطرافی خودی سلسال یک کمی سنگ و خاک شکننده شده و احتمال فرو ریختن، به او خاطر میگه از ورود به اینجا ممنوعه. دیگه عزیزا ببینین و کم کم بخیر از اینجا بریم سمت شمامه و شمامه احتمالاً که آزاده دیگه نه؟ اونجا شاید بالا هم رفته بتونه. خب عزیزای دل رسیدیم در محضر یا در پیشگاهی پیکره شمامه یعنی بودای خانوم. دوستای عزیز بلندی مجسمه به 35 متر میرسه، اما رقم که میبینین رو به آفتابه، همیشه از آفتاب از لحظه ای که طلوع میکنه تا لحظه ای که غروب میکنه میتابه به این پیکره و همیشه روبروی آفتاب قرار داره. و به همون خاطر وقتی اینجا که آمدیم یک رقم هوا بسیار گرم شد. آره. شاید به این خاطر باشه که دایم اینجا آفتاب داره. دیگه من و محمد رضا جان باید یکم سبوک کنیم. آره دیگه کفشنا بکشیم عزیزا. عزیزا یک چیزی که بر من خیلی لذت بخش بود، خیلی دیدنش حال مرا خوب کردی بود که همین چند لحظه ای که اینجا بودیم گردشگرهای داخلی ما الحمدلله خیلی آمدند، بخصوص برادرایی که
از سمت جنوب کشور هستن و از سمت شرق کشور. وقت با دیدن اونا حال ما خوب شد. من میگم ای کاش که وطن ما امنیت شوه، حال وطن ما خوب شوه، آزادی بیایه و مردم این همی رقم از شرق به غرب سفر کنم، از غرب به شرق سفر کنم، مرکزی ها بره در شرق، شرقی ها بیایه در مرکز و این همی روند ادامه پیدا کنه. و این قشنگترین چیزیه که یک کشور میتونه داشته باشه، هم دیگر پذیری، مهمان نوازی، برادری. کشور ما همه چیز داره عزیزا، همه چیز داره، یعنی چیزی کم نداره که ما بگوییم این مملکت چیزی را کم داره، همه چیز فراهمه. فقط این که یک دیگر خود بپذیریم، دیگه به جنگ و خشونت نبگوییم. عزیزا دیگه بریم ببینیم شمامه را، بالا بریم و حتما هستیم عزیزا و نما داریم خدمتتون. و عزیزا دو دروازه برای بالا رفتن اینجا قرار داره، یکیش به این سمت و یکیش هم به این سمت. و بلندی رو میبینید عزیزا، بازم میگم 35 متر این پیکره بلندی داره و تا آخرین مرحله هم روی رفتن هست. فاطمه جان بسم الله دیگه این زمین رو بریم بالا. آره عزیزا، این دورنما رو ببینید عزیزا خودتان که چقدر قشنگه. و این هم داخل یک جای بسیار زیبا قشنگ، معماری بسیار بی‌نظیر. و نمی‌فهمم دوستای عزیز این مکان برای تئاتر بوده یا برای سالون جلسه بوده، حالا هر چیز بوده، جاهای مهمی هست که متاسفانه بعضی نقاشی خیلی قشنگ اینجا وجود داشته که فعلا نیست، کنده مردم برده. این عزیزا اول که کندن کاری شده مثل معماری امروزه، مثلا اینجا یک آثار رنگ باقی مانده عزیزا، مثل معماری های امروزه بالایش یک لایه داشته، یک لایه زینتی. فعلا از اون لایه دیگه خبری نیست. بالا میریم. و شبیه اتاق پایین عزیزا یک اتاق دیگه اینجا هم است. شما ببینه اینی کندنکاری رو ببینه عزیزا، شبیه جای خودی بوداست. معماری جالب داشته و چیزی که روی از این کار کرده عزیزا شبیه چی است؟ چیکار؟ همین کوزه و گپا که هست، ای هنر، ای نقاشی که حدوداً 2000 سال قدامتش میرسه عزیزا، زیباییش خودتان ببینید و خودتان قضاوت کنید که ما در وطن خود چی چیزایی داریم.
واو خدا کجا رسند فکر نجان فکس دمی بولای شم هستیم بولای سرش بسیار خسته شدم خسته شدی؟ بسیار عزیز چون بلنده خسته کرده آمدن شما را خسته کرده عزیزا در صورتی که شما فکر کنین ساخت از این ساخت از این که بلندی 35 متر و بلندی شام سال سال 53 متر ساخت اینا چقدر کار داشته چقدر زحمت کشیده اون مردم و گفتم عزیزا فقط دو چیز میتونه چنین اثر باستانی را چنین ساخته را با وجود بیاره یا عشق و یا هم دیکتاتوری کیر میگه نتیجه عشق بوده حالا روایت واقعیش در خدا معلوم دیگه خیلی بزرگه خیلی بلند عزیزا بلندیش بزرگیش عظمتش حرف نداره و آدم تعجب میکنه وقتی بالا میه وقتی دیگه موقعیتی که من هستم عزیزا همیالی آدم یه زمان پای میبره که بودن چنین ساخته در یک کشور چنین مجسمه در یک کشور یک ارزش یک سرمایه بی نهایت بزرگ و ما فقط حسرت دارم که ای کاش سلسال و شاهنامه با اون صورتی که ساخته شده بود در جای خود می بود دیگه اون زمان ما مطمئن بودیم که اهمیتی که مردم فعلا جهان و فعلا به کشور ما می تواند اون زمان بیشتر بود و ارزش گذاری که روی ولایت بامیان میشه ولی از این بیشتر اون زمان توجه میشد دنیا توجه میکرد گردشگرها خلاصه از هر جهت عالی میشد عزیزان و خوبتر میشد که این مجسمه سر جای خود میبود و عزیزای دل ای بود بودا ای بود سلسال و شاهنامه امیدوار هستم که از ویدیو لذت برده باشین و تانسته باشیم که نمای خوب از اردو بودا از اردو بود بگیریم عزیزا دیگه نازنینا حال آمدیم در یک مکان بسیار قشنگ رو به آفتاب رو به شهر بامیان اینم اینجا شیشتیم و کم کم حس و حال یوگا را داریم عزیزا چون همه چیز آرامه همه چیز خوبه شهر هم که یک منظره بسیار عالی داره آسمان هم که واقعا صاف صاف آبی آبی هرچی که سل میکنه آدم خسته نمیشه و همین دیگه عزیزم دوستای عزیز اما تو که شما هم میبینین امروز برای ما و محمد رضا جان بسیار خوش گذشت امیدوار هستم که شما عزیزان هم از ویدیوی امروز ما خوشتان آمده باشه و ما یعنی دفعه قبل که آمدم نتانستیم که تا همی آخر شمامه رو بریم ولی امروز خوشبختانه شد یکم خسته شدیم ولی باز لذت خودش داشت دیگه بامیان قشنگ است هوایش قشنگ است شهر قشنگ است بازار قشنگ است بودایش قشنگ است و کلن ما قشنگی را چکر میزنیم و تنفس میکنیم و تجربه میکنیم و شما عزیز امیدوار هستم که با ویدیوهای ما هم لذت ببرید دوستای عزیز یک رقم آرامش قشنگ اینجا وجود داره آدم که به این خاک میبینه به این ساخته ها میبینه به این خلاصه به این قدر زیبایی میبینه آدم یک حال دیگه را میگیرم و دوستای عزیز اینمی موقعیت کردیم پایین تر اونجا که شما میبینین تا چند سال پیش شاید دو سال یا سه سال پیش مردم همچنان در مغارات زندگی میکردن ولی حالا غارنشین کم شده یا شاید هم بخی
دیگر نیسته. دیگر عزیزا ممنون که هستین، سفر ما تازه شروع شده. خیلی ممنون که ما را تا این دم حمایت کردین و دوستای عزیز تمام نشده دیگر. ما به حمایت های شما همچنان نیاز داریم و شما بودن شما باعث افتخار ماست، باعث این میشه که ما بیشتر بریم و انشالله به زودی بیشتر میگردیم و شما با ما باشین. دیگه چیز میگی فاطمه جان؟ دیگه عزیزا ما از همین موقعیت آرام، از همین فضای خوب، از همین مکان قشنگ شما عزیزا را دوست داریم.